فرمایش به انشاء الله وکړو وروسته د لیدونکو سره. سلام علیکم لیدونکو کتونکو بیننده عزیز، به برنامه ما خوش آمدین. بخش اول برنامه ما کمره مخفی است، میریم با هم یک جا تماشا میکنیم. باز هم سلطان عاشق کمرای دوستش رؤوف استاد همراه ما هست. شما یک موسیقی کوتاه را بشنوین، بعد از این دیگه باز ما دو بخش دیگر هم خدمت شما تقدیم میکنیم. مهربانی. سوزه دیگه در هر کدامش نیم کیلو آو اصو بیدر. تو چرا چوب تره دادی بار مارا؟ کی وقت؟ سه روز پیش. سه خروار؟ سه خروار. نه آجی سوی من روان کد خودم هم همینجا کدت بار میکدم. نه؟ نه خو سایست آخو از ما نخریده دیگه جا خریده شایدش. هنوز خروار صدر پام تو را دادم میتیم برو پرده چاو امیر بالا کدم موتر. در یک و نیم ما یا سی خروار یا جوین. تر از او رو را غای موتر را اولیگه شاید دی بار که پیسی بیر ترا که دسی مکوا. ما در آقا دری خروار های چون وقت ما در آقا دو سر جور نشم لالو ایمان لالو چا چی تفیز ایمان ندی بخرس کدی. زه پخپل هم کنم آقا ورز روز حاجی صاحب دوبای تلاړ وای دا سړی ته ووایه چې ورور ګله دسې لون خسته ولې دسې ظلم کوئ تاسو خلک باندې تا ویلي وای درې ورځې بعد واوره کېږي بیا په لس زره په اته زره م نه درکومه درنه مې واخېسته وروره سل روپۍ مې په خروار کې تا ته درکوه وروره دا وګوره دا 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 څه شی دی داسې دې اوبه پې وای هغه سړی راته وویلی وای دا د شپې وای ټانکر کې اوبه راوړي وای لرګیو باندې شین دي اوس باران هغه پله شمال واوره راوړی دا به ټول مازې خو ته جمع کېږي دا ولې خیږده وروره دا شمال هغه پله شپې واوره راوړی هغه کې لمده وه ټول پر ټول کتې خو ته به وچوم تا خو شمال هغه ځای نه اوبه دلته راوړي وروره خو دغه څوک څنګه وسوځوي وروره دا لول خي موږ خو خیر یو څو روپۍ لرې نور مسلمانان څنګه کي ما ته خبره ته وای نه یو ته مسلمان یې زه خو لکه کافر یم ما دې خلک باندې ولې ظلمونه کوئ تاسو دراکه لاس دې د شپې دې په کوزړۍ باندې اوبه نه دي شیندلې پې دا ټانکر چیشته ولاړو د شپې لمونځ وکړم نه ولاړو داس وکړم نه چې دغه رقم کور کوم اوس پورې به خاورې ولګت په شیندلې ته خو اوبه کوي خال خاورې په بلچو بلچو په شیندلې ولې خورانګړې وي زړې شي ما ولا که خاورې په شیندلې وي انا خدای اکثر ویلې نه دي بله دا ګرنټي ګرنټي نه لري چې ته چا ته په کټو راوړې چې هر چې نه دا اخیستې وي مسول جنجول ما ولې ګرنټي نه لري لاندې لرګي مونږ باندې خرڅوي ورته ولې د ټانکر کې د شپې اوبه راوړي دي دا کوم ثبوت لرې د شپې زه واده نه راغلم پوه شوې داسې تېرېدم ټانکر درته ولاړو دغلته پایپ دې راخیستې او داسې دې پېشیندلې ولې ولا چې ټور دا شی دې درته اور واچوم خبرې ته غواړم اور پسې واچوه د ماله دې ولاکې وړي زه دروغ ولاکې درته وایم شاو ټانکر اورده به سره چوبه بیا در پایپه گرفته تو باش وزن زیاد شو ته څنګه آرام خور سړی یې ته راځه یو موټر ونیسه هغه شی دې بار کړه ولا عجبه خبره کوې زه د دې یم چې مانه دې سره ولاکه د درې میا دوې میاشتې کېږي چې یو دوې ما درې خرواره ولا خرڅ نه وي خبره به دغه ده چې ته شتې بور شوی ته اول زه داسې یو ځلې وګرځه چې هر کې نه د اخیستې ولا د شپې تیل راوړمه دا ټول لرګی درته اور اچوم که نه صحیح ده خو یو ثبوت یې په چا ولرې ما نه دې ولاکه خیستې زه دا د تین تشتې بور شوی نه د شپې دلته ویده کېږي که کور ته ځي د ما سې جور واچوې ما درې خرواره پاتې دي دغه سړي کور به وکړي د بستا چې پریشي ډاکه ده دغه نو دا لرګي لږ دې خوا بیل که چې بیا زه د شپې ورته اور اچوم چې دې ته تاوان ونه رسېږي پوه شوې دغه زه د بیای ما کور ته موټر کې کېنوم لرګي به د بار کې بیرته به راوړي هغه به خبره داسې ده چې ما دې ثبوت وایي په چیش به دنې خاځي په چیش کې دې وړې عجب چوب نه وه د پای نه پوهم
80 روپم. گوشت سرخی که بردینه هنوز از ماشین که برات کشیدم. ما اینال پدرم سرما قرض میگه تو بد کدی قرض دادیم و تم خیر اینجا همسایه است تک پروا ندارم این دختره که مشناسم. سنف چند شدی امسال؟ شش. ناکام هم مانده بودی نه او روز پدر سرد غال مغال داشت که چرا پارسال امسال چندم شدی؟ هجدهم. پارسال میگه 13 شده بودی امسال 18 شدی چرا؟ خب پیسه گوشت همیتی یا نه؟ بله؟ نبردم. اید نبردی؟ او روز بردی نه گفتی که میمان آمده؟ نبردم. گفتی خاله مشان از مزار آمده خیر است یک دو کیلو گوشت بده که از توخ چیز نبرده قرض؟ از من یک 500 تومان برده خلاص. ها؟ پیسیش گرفتی یا مانده سر؟ چی میگی؟ نه نخواسته؟ آه دو کیلو گوشت سرخی از اینجا برد گفت خاله ام کوفته را خوش داره برش پخته میکنیم دیگه ما برش پیاز هم از پیسه خود خریدم یک و نیم کیلو تو میکنی حالا بریم خیخانه تان پدر تا ما میگم دختره که 2 کیلو گوشت برده ها؟ نه نبوده سگا نخورده باشه در آس پیشت ها؟ نه چرا چوب ماندی؟ ها؟ اون طرف اصای کن؟ این طرف؟ نه یک دست تبالا که خیره برو امرو چوخی میکدیم کتفال منتظر دیدنت از همون جا یک دست بالا کن از همین جا مت بالا کن دم سفارت چین کار میکنم باز همین جا خانه از ما پشت می هتل است بدرا گفت خود از یه آدم یک وقت گفت در چین در تحصیل رفته بود یک ترجمان کار داریم ترجمان چینایی دیگه خودت گفتن بلد هستی در چینایی و من خاطر آمدم فعلا یک 600 دلار برات ماش میتیم باز خیر است گرچه کم آمد خو باز برات اضافه خواد کردیم این در بگید بله ما چیز هست او درست است خو نفر غلط کردیم من چینایی رو یاد ندارم نه خودت گفت که قبلا گفت در چین گفته بر تحصیل رفته بودی گفت همونجا ماستری تا گرفتی؟ نه من ماستری هم نگرفتیم یک بیسواد است خانه کجاست از شما؟ از ما خانه دیم پشت این پایه کلا نمیبین؟ نه از ما اون طرف هست خب اون طرف پایه است خب از ما اینجا است خب؟ از ما پشت همی هتل است دیگه بنان ما سخت نیاز به یک ترجمان چینایی داشتیم چند جای دیگه ایمیل چرا گل بوده؟ ایمیل آدرس تا ما ایمیل کردیم جوابت نامد بله من ایمیل آدرس هم ندارم ایمیل آدرس نداری؟ امروز قرار است که وزیر خارجه چین بیای به افغانستان دیگه کارهای چیش ما زمین جا پلان میکنیم مثلا اینال تو باید بری در میدان هوایی ساعت 1 بجه همونجا بیادر بگویی که چینایی وزیر خارجهش چی میگه اول چی میگه پیش دکتر صاحب عبدالله مرا ببر یا پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور ببر یا مثلا مرا قرغه ببر یا مثلا باغ داود ببر نینی دیگه مربوط تو میشه که ترجمه کنی باید است ما خو نمیفهمیم ما زیاد کوشش کردم که بچگک بود میایه اونجا به خیالم هم فامیدی لالا دیگه اینی را گفت که گفت گفت یک چند وقت خودت در ترکیه هم بودی نه بر تحصیل رفته بودی به نظرم که کمری مخفی است نه؟ بله؟ فهمیدم. نه کمری مخفی نیست شوخی است نه؟ صبر کن باید بنا چی را؟ کمری مخفی است خب؟ من ایره میش مخفی نه کمری مخفی چی است؟ میره تو بگو من خودم در سفارت هستم تو بالای ما تمسخر نکو برای بر ما آمدیم ترجمان کار دارم و قوخت هم ندارم خانه است ما به نظر خودت هر سوژه ما یک پیام داره یا نداره سوژه بله در خلی که پیام داره یک سوژه جالبی است که از این مردم انتظار همچی چیز را هم باید داشته باشن سوی تسلیح خیلی پایین است فرهنگ مسائل مصاحبه و فرهنگ تلویزیون و دیدن و با چه خسن گپ زنی خیلی پایین است بلکن. اصلا بلد نیستن وقتی شما میتونی موفق باشین که همه چیزتون خیلی صد بالا باشه نو باشه عالی باشه
بعضی ها میگن مردم آزاری، نه مردم آزاری چیز دیگه است و برنامه جور کردن و مردم خنداندن و مصروف شدن چیز دیگه است. بله بله، هدف شما کداست؟ رو کراست همی است که مردم لاقل صندوقی مصروف بسازید. بله، لاقل مردم اگه ساز سبکی کنند. بله، سبکی از غم، سبکی از مشکلات اقتصادی. بله، با خودت خیلی آدم های محفظ هستن، آدم های قابل قدر هستن.